سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتونین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مستر چک. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ قاطی کردم هشتمین آهنگ، درست دارم نشون میدم؟ آره، هشتمین آهنگ از آلبوم گوزن علی سورنا، قلبهای آتشین، که پرودوسرش نجوا بوده. ما اوائل فکر کردیم فقط سعید دهقان کار کرده این آلبوم و من چون نگاه نکردم جلوتر نگاه نکردم و تا ترک فکرم 6 سعید دهقان بود، از 7 دوباره عوض شدن، قبلی که شمرونی بود، الان هم که نجوا. این تفاوت هم فکر میکنم بر حسب نیاز فضای آهنگا هم تعبیه شده، یعنی قبلش فکر کرده سورنا که اینا آهنگسازاشون متفاوت باشه بهتره، یه فضای متفاوت بهمون القا میکنه و توی ترک قبلی که این اتفاق افتاد با شمرونی. حالا ببینیم که نجوا چه میکنه، بریم بشنویم. 3:52 است، 129,000 بار توی 6 روز پلی شده و عدد جذابیه توی سانکلاد واقعا. بریم بشنویم. فقط قبلش اگه تا حالا ما رو سابسکرایب نکردین و دوست دارین که بازم ما رو ببینید و در کنار هم دیگه باشیم و یه خانواده درست کنید به اسم چک فامیلی، میتونین دکمه سابسکرایب رو بزنید و ما رو خوشحال کنین از حضورتون، باعث افتخار اگر ما رو میبینید. دمتون گرم. بریم که قلب‌های آتشین رو بشنویم از استاد علی سورنا. 1 2 3 زخم کوچه و دل خون، آواز دریچه بوی هوای پاره میداد، یار وار دستش، مرد بیدهنی که دستش آلو دست به خون تقدیر. تو آخری شیب کوچه چرخید، فقط پایانو برای ادامه میخواست، شاد پای مرگو به تناب پاره میداد، میافتاد روی زمین، میرفت واسه کوچه چار پای مرگو به تناب پاره میداد، نقطه اتصال بوده. شاد پای مرگو به تناب پاره میداد، میافتاد روی زمین، زمین من هجا گذاریاش رو دقت کنین. شاد پای مرگو به تناب پاره میداد، میافتاد روی زمین، میرفت واسه کوچه بعدیش. مگه میشه یادمون بره سوزه تو زمستون، سرما چطوری پوستتو ترکوند، سوز آتیش بدتر میبرید، میچسبیدیم برق سردتر میشدیم، سرما روح و لخته کرد، حتی وسط پوستمون عطسه کردیم، روح منجمد قرن سرد، یعنی کنار هم دنبال هم بگردیم. آقا این خیلی هم داره فلسفی میشه، هم خیلی قشنگ بود. بدنمون سرد شده، روحمون از همدیگه دور شده، کنار هم دنبال هم میگردیم، قرن سرد، قرن بیاتفگی و این داستان ها. یه بار دیگه از یکم قبلتر گوش کنیم. تو زمستون سرما چطوری پوستتو ترکوند، سوز آتیش بدتر میبرید، میچسبیدیم برق سردتر میشدیم، سرما روح و لخته کرد، حتی وسط پوستمون عطسه کردیم، روح منجمد قرن سرد، یعنی کنار هم دنبال هم بگردیم، کی با ما چی کرده از زیر که نشد حتی رو به هم بچرخیم. اما قلبای آتشین، قلبای آتشین زندن تو صورت سرمای آهنین، سرمای آهنین، سرمای آهنین زنده است به صورت قلبای آتشین. اما قلبای آتشین، قلبای آتشین زندن به صورت سر. این سمپلی که زیرش داره میزنه نجوا منو یاد نواهای کردی میندازه، کردی یا لوری یا خوزستانی، بین این سه تا شک دارم، که حس میکنم این سمپل از اونها تشکیل شده. یه موزیک فولکلوره، یه همچین چیزی، موزیکای سنتی محلی بهشون میخوره که اینو داره ترکیب میکنه، یه فرم دیگه ازش در میاره و جذابه. قلبای آتشین زندن در صورت سرمای آهنین، سرمای آهنین، سرمای آهنین زنده است در صورت قلبای آتشین. عوض شد؟ چی شد؟
جان چی شد؟ کلن فاز عوض شد؟ داستان چی شد؟ یاد گیم آف ترانس افتادم. فضاسازی داره به سمت یه جایی میره که اصلا ما حدسشو نمیزنیم. صدای راه رفتن اومد، حالا یا آدم یا اسب یا هر چی. فضا ترکیبی بین گیم آف ترانز و فیلم یوسف پیامبره. اینجا رفت توی مود اسپارتاکوس. برگشت. من پر از خشمم، پر از سیاهی، پر از جسارت و بیگناهی، من پر از کردن افتاد تلسم از دل سنگ، من خنده ی رنگ، پای شکسته ی بچه ی مرگ، خون دل به بسته سر، دابر قله به زیر کوهم، من پرم از درد بودن، تو میرسی من افتادم روی خاک و قامت دور، من میخزم رو زمین به سمت تو توی دامنت خون، سینه خیز میکشم رو شیب تیز، رسیدن بهت اما هر بار میرسم دورتر میشه حضورت، میگذره ایستادم من پا به پات، سلام تو کولم جنگا کنارم، میگی رسیدیم دشت پروانه ها، میگی این در راه سخت رسیدن به قلبای ما، کولت حسابی سنگین از جر، باز خالیشون کنی از سلاحت، من نگاهت میکنم بال، میکشی باز میری بالا، کولم و وا میکنم خالی، میکنم به دنبالت میام. این آیتسون گذاری که بین کلمات گذاشته، نحوه ادای کلمات دیوونه کننده است. یعنی الان من خب از سانتیاگو دارم میشنوم، تکس آهنگم جلومه و اصلا نمیتونم حدس بزنم که میخواد چجوری بخونه که این قافیهش درست در بیاد، لاینش درست در بیاد، اصلا نمیتونم. و واقعا هنر میکنه علی سرنا، یه جوری مینویسه که کسی جز خودش نتونه بخونه. خب جالب بود، یکم حس میکنم هرچی میریم جلوتر فلسفیش بیشتر میشه، تم فلسفیش بیشتر میشه، اما یه جذابیت دیگه هم داره که بازم اون جسارت رو داره که میگه خودتو رها کن، توی تک تک ترکاش داره اینو القا میکنه. اینجایی که میگه من پر از خشم، من پر از سیاهی، اولش یه فضای دارکی رو نشون میده، بعد میگه که من از اون بدترم، من میخوام یه حرکت انقلابی کنم. بال بود. هرچی از این ترک برداشت داشتین، برداشت کردین، متوجه شدین توی کامنت ها بنویسین. و اینم از ترک قلب‌های آتشین که پرودوسرش نجوا بود، از آلبوم گوزن علی سرنا. 8 ترکش رو رفتیم، 8 ترک دیگه مونده هنوز، یا خود خدا تموم نمیشه آلبوم. و این آلبوم باید چند باره و چند باره و چند باره گوش کنید. اصلا با یه بار گوش دادنش و اینکه متوجه نشدیم اصلا هیچ اشکالی نداره. هدف سرنا همین بوده که ما چند بار آهنگا رو بشنویم، آلبوم رو کلن از اول تا آخر بشنویم، از آخر به اول بشنویم که اون اتفاق، اون جرقه‌ای که تو ذهنشه برای ما اتفاق بیفته. و مطمئنن با یه بار شنیدن اینجور آهنگی، اینجور تکسی قابل فهم و درک نیست. اگر هم باشه 100% نیست، ممکنه یه بخش کوچیکی شما متوجه بشیم. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین.
نظرات، پیشنهادات، هر چی دارین توی کامنت ها بنویسین، هم در مورد آهنگ، هم در مورد آلبوم، هم در مورد من، در مورد همه چی. آب و هوا چطوره؟ راضی هستین آخر زمستون یکم تازه زمستون جون گرفته، راضین یا بهاری بشه؟ این هم بنویسین تو کامنت ها. و اینکه خوشحال میشم اگر دستتون بره روی این دکمه سابسکرایب، حتی به غلط، حتی اشتباهی، و اون زنگوله کنارش هم بزنید که همراه ما باشین. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. قربان شما مستر چک.